من برای اینکه یه چیزی رو بهتر بشناسم طراحی و نقاشی میکنم که بشناسم اون چیز رو بیشتر. این وسیله شناخت منه. این اواخر خیلی علاقه زیاد و کنجکاوی خاصی پیدا کردم به اینکه کارها رو از استودیو و از توی گالری بیرون ببرم. خیلی برام جذاب شده که دیگه مؤلف کار به اون شکل نباشم. یک پروژه من اینجا انجام دادم توی باغی به نام باغ ویفیل. یک باغ عمومی هستش. وقتی که شما وارد باغ میشین یک حوض 8 ضلعی هستش که توش کاشیکاریه و اطرافش چوب و کندکاریه و خود این حوض به جای اینکه روی زمین قرار گرفته باشه مثل هر حوض دیگه‌ای، این روی بشکه‌های پلاستیکی قرار گرفته. من دعوت کردم از تمام دانشجوهای اون منطقه، از دانش آموزا، از گیاه شناسایی که تو باغ کار میکنن، همه اینا بیان وارد این پروژه بشن و بیایم با هم دیگه ببینیم که اگر میخواستیم یه چیزی اینجا قرار بگیره چی میتونست باشه. و بسیار جذاب شد به خاطر اینکه هر گروهی تو یک موضوع خوب بود و علاقه داشت. یعنی از اون دانش آموزی که میخواد راجع به خاطراتش از رود بگه، یا از اون باغشناسی که در اون باغ میخواد راجع به این که چه گیاهان بومی در این باغ وجود دارن. ما همه اینا رو آوردیم دوره یه میز نشوندیم و به نظر من این جذابیت این کار بود که بیشتر از اونی که واقعا بگم من چی دارم که اینجا ارائه کنم، ببینم اونا چی دارن که به من بدن و این وسط ما چجوری میتونیم این گفتگو رو تبدیل به یک طرح، به یک پروژه یا به یک مجسمه یا به یک مجسمه طرحی که کارایی هم داشته باشه بکنیم. باغ ایرانی معنای خاصی برای هر کدوم ما داره، یک وزنه خاصیه به هر حال در فرهنگ ما. اون به کنار، اون بخش حافظه تاریخیشه. یک بخش دیگه این بود که من کنجکاو بودم که این باغ ایرانی حالا چرا اینقدر برای ما مهمه و من شروع کردم اول مطالعه دوباره دقیق باغ ایرانی. حالا اون که خیلی با صفاست و چقدر کیف میکنم و چه بوی گل روز و ایناش که تمام احساسی با تمام بدنش آدم حس میکنه، ولی این که حالا خوب حالا این واقعا در دوران قدیم چی بوده، چه جوری میساختن، کیا میساختنش، کیا استفاده میکردن ازش، کی میرفته تو این باغه. اروپایی‌هایی که به ایرون اومدن نقشه‌های باغ‌های ایرونی رو خیلی شروع کردن با قلم انجام دادن. این نقشه‌ها برای من جالب شد و من اینا رو بزرگ کردم و در این نقاشی‌های 2 متر در 3 متری که انجام دادم، اون طرح‌های کوچیک این اروپایی‌ها رو من اینا رو با شکل دیگه‌ای و با یک ترجمه دیگه‌ای و با یک احساس تغزلی دیگه‌ای سعی کردم این معماری‌گونه بودن این نوع طرح‌های نقشه‌ها رو در این کارهای انتزاعی خودم با هم دیگه تلفیق بکنم. مثلا این فرمای 6 ضلعی و 8 ضلعی که این حوض‌های ما داره تو باغ ایرانی، اینا فقط برای زیبایی نبوده. من برام جالبه که منطق پشتش رو پیدا کنم. حالا چرا؟ نه برای اینکه ما بخوایم بگیم این بوده است و چنان بوده است و چنان بوده، برای که برای من جالبه ببینم حالا ما درایت اون موقع، ما مهندسی اون موقع، ما هندسه اسلامی، ما ریاضی قدیم ایران، ما تمام اونا رو که بیاریم وارد امروز معاصر بکنیم، آیا میتونیم از اینا استفاده بکنیم و با چه ترفندی شاید بتونه به امروز ما، به گرمایش زمین، به همه اینا آیا میتونه کمکی بکنه؟ که حتما میتونه. جالبه بدونه که از لاء چند ضلعی حوض به نگهداری آب کمک میکنه. یعنی اونها فهمیده بودن
که کمک میکنه که آبو بهتر نگه دارن، یعنی آبو سالمتر، آبو تمیزتر و آبو طولانیتر نگه دارن. خب از این قبیل چیزا خیلی میتونه به امروز کمک کنه. و ما چجوری میتونیم این طراحی رو وارد زبان امروز بکنیم؟ پروژه آخر من یه باغه، یه باغی که در شهر نیویورک قرار بسازم، حتما الهام گرفته از باغ ایرونیه، از لحاظ طرحش، از لحاظ فلسفهش، از لحاظ گلارائیش، همه اینها باشه، ولی در این حال سمبول اون باغ بیبرگی هم باشه. پس فقط راجع به خوبی‌ها و زیبایی‌ها و تمام این چیزا صحبت نمی‌کنه. یه باغیه که دعوت می‌کنه هر کسی که تاریخ نگفته داره، داستان نگفته داره یا داستان تحریف شده داره که دلش می‌خواد بیاد داستان خودش رو بگه، بتونه بیاد توی این باغ و اونجا یه محفلی باشه، یک بستری باشه برای این گفتمان‌ها که فراملیتی باشه.